آیا شما فکر میکنید که اگه خرما یا رطب بخورید دیابت میگیرید؟ پس تا آخر ویدیو با من باشید. خرما یکی از قدیمی ترین میوه دنیاست به دلیل اینکه مواد مغذی زیادی داره. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس به عنوان غذای اصلی ازش استفاده میکنن. این میوه هرچه پروتئین و چربی کمتری داره، اما چون مواد قندی زیادی داره انرژی زیادی را به بدن ما میرسونه. چون غنی از پتاسیم، منیزیم، سلنیوم، ویتامین سی، ویتامین های گروه بی هستش، میتونه سیستم ایمنی را تقویت کنه. این میوه حاوی فیبر زیادی است، به خاطر همین در بهبود یبوست کمکمون میکنه و یه ملین قوی. این میوه سرشار از آنتی اکسیدان هایی مثل کاروتنوئید و فنولیکه، به خاطر همین خاصیت ضد سرطانی، ضد التهابی و آنتی اکسیدانی داره. مطالعات نشون داده خانم های بارداری که در اواخر بارداریشون خرما مصرف کنن میتونن زایمان بهتری رو تجربه کنن. یه نکته ای که امروز خیلی بهش توجه شده اینه که افراد دیابتی میتونن خرمای رطب مصرف کنن یا که خیر، البته که میتونن، اما اینکه چه جوری اونو مصرف کنن و به چه مقدار حتما باید زیر نظر یه متخصص تغذیه که بهش اعتماد دارن صحبت کنن و از این غذای خوشمزه و لذیذ استفاده بکنن. دوستان عزیز، اگر از ویدیو خیلی خوشتون اومد حتما با 3 نفر از دوستان خود شیر کنید.